سلام شاگرد عزیز، همه شما انشاءالله که خوب هستین، صحت شما خوب هست. امیدوار هستم همه شما از صحتمندی کامل برخوردار باشید. با دی شرایط که انوز هم در خانه هایتان به سر میبرین، نکات بهداشتی را مراعات بکنین، به صحتتان توجه زیادتر بکنین و در سایتان همه روزه بخوانین تا با یک آمادگی کامل بخیر و مکتب بروین، زمانی که البته دروس آغاز شد. خوب شاگردای عزیز، امروز پیش از اینکه درس گذشته خود درس جدید خود آغاز بکنیم، یک مرور کوتاه به درس گذشته خود میکنیم. درس گذشته ما شما چی بود؟ بله، زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. خب کی گفته میدنه حضرت ناصرتان در کدام سال چشم به دنیا کشیدن؟ بله، 571 میلادی. بسیار خوب. و قسمی که شما خواندین در مورد زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که نام پدرشان عبدالله بود، نام پدر کلانشان عبدالمطلب، نام مادرشان بیبی آمنه و نام مادر رضاییشان که اینا را کلان کردن بیبی حلیمه نام داشت. در سن 25 سالگی با بیبی خدیجه ازدواج میکنه و در سن 40 سالگی به پیغمبری مبعوث میشن و در سن 63 سالگی از دنیای فانی رحلت میکنن. که البته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زمانی که با پیغمبری مبعوث میشن در انتشار دین اسلام هیچ توقف نمیکنن، یعنی بدون وقفه دین اسلام انتشار میدن. که البته در انتشار دین اسلام با مشکلات هم روبرو میشن، اما مشکلات رو در نظر نمیگیرن، اما با انتشار دین اسلام ادامه میدن که بالاخره اینا با مشرکین مجبور میشن درگیر بعد غزوات شون که یا جنگ های صورت میگیره بین مسلمین و مشرکین، که درس امروز ما شما هم غزوات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. پیش از اینکه بخیر باز هم درس آغاز بکنیم، باز هم مثل درس گذشته برای درس خود اهداف تعیین کردیم که انشاءالله تا ختم درس ما شما بتنیم به این اهداف برسیم و این اهداف به دست بیاریم. البته در شروع هم گفتیم که صنف ما صنف هفتم است، مضمون تاریخ، موضوع غزوات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، درس ما درس 27 و صفحه کتاب ما 63 الی 64 می باشه. خب اهدافی که به این درس تعیین کردیم، آشنایی شاگردان با عوامل غزوات مسلمین علیه مشرکین هست. دوم، آشنایی شاگردان با نخستین غزوه مسلمین و آشنایی شاگردان با تحولات و دستاوردهای که این غزوات به میان آورد. بالاخره آشنایی شاگردان با سایر غزوات و فتح مکه. این بود اهدافی که برای درس ما شما تعیین کردیم. خب قبل از اینکه درس آغاز بکنیم، عنوان فهمیدین که غزوات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. آیا کسی از شما نام های بعض از غزوات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شنیدین یا جای خواندین؟ شاگرده عزیز، میشه یک یا دو از غزوه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نام ببریم؟ بله، مثل که شما گفتین، سنفی گرکتان گفت، یکی از غزواتش غزوه بدر است، غزوه خندق است و غزوه حنین است. خب باقی مانده شاید درس بخیر میخوانیم. آفرین، ببینید سنفیگه که تان معلومات داشت، یعنی معلوم میشه که مطالعه میکنه، درس های گذشته یا سنف گذشته را هم میخوانه و مجلات یا کتاب هایی که به دست شما مطالعه میکنه. شما هم کوشش بکنید مثل سنفیگه که تان مطالعه تان از زیاد بسازین تا در هر عرصه معلومات کافی به دست بیاریم. خب با حکم الله جل جلاله و دعوت بلاانقطاع حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، هر روز مردم به دین اسلام مشرف می شدن و هم از مردم مکه معظمه و هم از مردم مدینه منوره هر روز اینا اسلام قبول می کردن و به دین مبارک اسلام روی می آوردن. مشرکین در این وقت تلاش کردند که یک سد یا موانعی را در راه نفوذ مسلمین یا در راه نفوذ اسلام ایجاد بکنند، یعنی موانع زیاد را در راه نفوذ اسلام
خطر به مسلمانان ایجاد میکردند، یعنی مسلمانان را تهدید میکردند، زمینه تنگزیستیشان نفر هم میساخت، بر مال و جان مسلمانان تجاوز میکردند، رابطه خود با اینها قطع میکردند، خانه هایشان را محاصره میکردند. اما با وجود اینمی اذیت های فردی هم چی شد که یعنی این تهدیدات باعث از این نشد که دین اسلام انتشار نکنه. دین اسلام و انتشارش ادامه میده و توسعه پیدا میکنه و بالاخره مسلمانان قادر به دفاع از خود میشن. وقتی مسلمانان قادر به دفاع از خود میشن و برای جلوگیری از تعرض مشرکین چی میکنن؟ اینا با میدان جنگ میرسن. حال ما شما همین غزوات مشهوره که در آن زمان رخ داده یک یک میخوانیم و تشریح میکنیم. البته شما یک صحنه از جنگ او زمان میبینن که یعنی به این شکل سفارایی میکردن. وقت جنگ مثل جنگ های آل نبود که جنگ توپ و تفنگ و تیاره و به حساب بمباران باشه. جنگ روبرو صورت میگرفت و زیادتر از شمشیر و تیر و کمان کار میگرفتن. اولین غزوه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم غزوه بود به نام غزوه بدر. این غزوه بین مسلمین و مشرکین واقع شده که نمی غزوه را یعنی اولین غزوه است که بین مشرکین و مسلمین آغاز به نام بدر یاد میشه و این غزوه در سال دوم هجرت واقع شده. این غزوه در نزدیک مدینه در یک منطقه به نام بدر واقع شده و می خاطر این غزوه را به نام بدر یاد میکنه. چون در منطقه که این غزوه واقع شده بدر نام داشت و می خاطر این غزوه به نام غزوه بدر یاد میشه. و در این غزوه تعداد مسلمین البته 313 نفر و از مشرکین یا کفار 1000 نفر بود. البته در این جنگ هم یعنی به نفع مسلمین تمام شد و مشرکین چی کردن؟ شکست خوردن. غزوه دوم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به نام غزوه احد یاد میشه. شما به تصویر توجه بکنید، در تصویر چی را میبینید؟ بله، در تصویر تصویری از کوه را میبینید که این کوه به نام کوه احد یاد میشه که غزوه دوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم در دامنه امی کوه آغاز شد. البته باز هم بین مشرکین و مسلمین. شما باز هم یکی از صحنه های جنگ میبینین که در دامنی امیکو صورت گرفته و به نفع مسلمین هم تمام شد. غزوه احد که یکی از مشهورترین غزوات حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، این غزوه در سال سوم هجرت یعنی زمانی که از مکه معظمه به مدینه منوره هجرت کردن، در سال سوم هجرت این غزوه واقع شد و مشرکین تلفات زیاد وارد شد و بعد در این غزوه هم مسلمین فاتح شدن. و غزوه دیگری که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم واقع شده به نام غزوه خندق یاد میشه. البته در قسمت خندق باید یک معلومات کوچک بر شما بدم شاگرد عزیز که و اینا مسلمین در مقابل ورود مشرکین یک خندق کندن که اینا یعنی به طرف مسلمین نزدیک شده نتانن. به این خاطر چون اینا خندق کنده بودن امی غزوه را به نام غزوه خندق یاد میکنن و در این غزوه مشرکین باید هم به عملات پرداختن ولی کامیاب نشدن و کامیابی باید هم نصیب مسلمین گردید. البته غزوه خندق در سال هفتم هجری واقع گردیده که خالد بن ولید در این غزوه نقش بسیار مهم داشت. باز هم یکی از صحنه های جنگ او زمان شما در تصویر مشاهده میکنین شاگرد عزیز. ببینین وقت جنگ رو به رو بود توسط شمشیرهایی که با خود داشتن و یا توسط تیر کمان، البته از اسب یا از حیوانات دیگه استفاده میکردن و اینا به جنگ میرفتن. یعنی جنگ او شرایط تا این شرایط بسیار سختتر و ثقیلتر بود چون جنگ رو به رو بود. آلخا از یک جای مثلا راکت فر میکنن، از یک قاره به قاره دیگر اصابت میکنن. البته جنگ دیگه یا غزوه دیگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
فتح مکه هست که در سال 8 هجرت صورت گرفته. شما تصویر کعبه شریف را میبینین که البته در مکه معظمه موقعیت داره و اینا در سال 8 هجرت چی کردن؟ مکه معظمه را فتح کردن. فتح مکه معظمه یکی از بزرگترین پیروزی های مسلمین بود که در سال 8 هجرت صورت گرفت. مسلمانان در وضع برتر از مشرکین قرار داشتند، اما باز هم مشرکین در حراس بودند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله از این جهت فرمود که هر کس در خانه بماند، در را ببندد، در امان هست. و همچنان هر کس به مسجد الحرام پناه ببرد، باز هم در امان می باشد. و هر کی به خانه ابو سفیان بره، باز هم او در امان می ماند. پس به این ترتیب مسلمانان بدون جنگ داخل مکه معظمه شدند و فتح مکه نصیبشان گردید. غزوه دیگر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به نام حنین است. البته حنین هم یکی از نام جاها یا منطقه یک وادی است که در اون منطقه یا در اون وادی جنگ صورت گرفت و اون خاطر به نام وادی جنگ یا غزوه حنین یاد میشه. از جمله غزوات شمرده میشه که تعداد مسلمین به 12,000 نفر رسید که در برابر مشرکین البته سفرایی کردند و در این غزوه نیز کفار به شکست مواجه شدند. پیروزی نصیب مسلمانان شد. این غزوه در اطراف طائف به وقوع پیوست و در زمان حجۃ الوداع پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مسلمین هم شرایط حج آموزش داد و تمام قراردادهای زمان جاهلیت منع قرار داد. البته حجۃ الوداع، شاگرد عزیز کسی بانه شبه ایفامه حجۃ الوداع چی معنا؟ بله، حجۃ الوداع آخرین حج حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود که اینا آخرین حج ادا میکنن و بر میگردن، چون مکه فتح میشه اینا آخرین حج ادا میکنن و بعض فرایض یا فرایض یا برای مسلمین فرایض حج آموزش میدن و تمام قوانین دوره جاهلیت منع قرار میدن. بالاخره در نتیجه نمی غزوات متعدد پیروزی مسلمانان پیروز میشن یا پیروزی زیاد نصیب مسلمانان میشه که زمینه را برای حیات اجتماعی و سیاسی مسلمانان به وجود میاره. البته قبل از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نفوذ دین مبارک اسلام در شهرهای مکه و مدینه و شهرهای دیگر زیاد شد و وحدت مسلمین در جزیره عرب به وجود آمد. این بود درس امروز ما شما در مورد غزوات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که ما شما خواندیم. حال درس برتان خلاصه می سازم و نکات عمدهش برتان میگم. خب با حکم خداوند و دعوت بلاانقطاع یا بدون وقفه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، مردم هم از مردم مکه هم از مردم مدینه روز به روز به دین اسلام مشرف می شدند و سطح یا دامن اسلام فراختر می شد. ولی مشرکین در حراس بودن، همیشه موانعی را در راه نفوذ اسلام ایجاد میکردن. یا موانعی که ایجاد میکردن چی میکردن؟ خانه های مسلمین معاصره میکردن، رابطه خدا با آنها قطع میکردن، شرایط تنگدستیشان هم مساعد میساد و بر مال و اموال و خانه های اتنا تجاوز میکردن. اما این کارهایشان هم موانعی را در راه نفوذ اسلام چی نساخت؟ یعنی مساعد نساخت و اینا به اونا این توجه نکردن. اسلام به وسعت خود ادامه داد و بالاخره مسلمین قادر میشن که از خود دفاع کنن و بر دفاع خود داخل بعضی غزوات میشن که غزوات شما خواندین. غزوات مشهورش بود که بدر بود، خندق بود، غزوه فتح مکه بود، حنین بود که در تمام از این غزوات یعنی مسلمین فاتح شدند و به نفع مسلمین تمام شد و بالاخره زمینه برای حیات سیاسی و اجتماعی اسلام مساعد گردید. این بود شاگرده خوب و عزیز و دخترای دوست داشتنی درس امروز ما شما. البته قبل از ختم درس هم مثل درس های گذشته باز هم 3 سوال برتان برای کارخانگی آماده ساختیم. شما این سوال را با خود یادداشت بکنید و جوابای از این سوالات در کتابچه هایتان نوشته بکنید. من سوال را برتان میخوانم. اولین غزوه بین مسلمین و کفار کدام غزوه بود؟ 2. فتح مکه مکرمه در کدام سال هجرت صورت گرفت؟ در غزوه حنین چند نفر از مسلمین در مقابل مشرکین سفارایی کردند؟
ای بود سوال های کارخانگی تان، شاگرد بسیار خوب، شاگرد لایق، همیشه کارخانگی تان انجام میتین. باز هم این سوال را امیدوارستم که یادداشت کرده باشین و بر روز آینده بخیر که تا حل یا سوال را جوابایش در کتابچه تان نشته بکنین و هم یک بار درس جدید تان با خود مرور بکنین یا از روی یک بار بخوانین تا بر درس آماده باشین. امیدوارستم از درس لذت برده باشین و معلومات اسلامیتان افزوده باشه. باز هم تشکر میکنم از توجهتان. تا درس آینده که باز هم در خدمتتان حاضر میشم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند نگهدارتان.